غربتم راج با من تا که خدا یار شود، از رای میر وفا دیدم مددگار شود. غربتم راج با من تا که خدا یار شود، از رای میر وفا دیدم مددگار شود. سنت خالقم و یک خریدار نیست، سنت خالقم و یک خریدارم نیست، سنت خیش مگر خیش خریدار شود. از رای میر وفا دیدم مددگار شود. من ندارم بجز از خالق خود غم. اگر افغانستان سهولت نیست زندگی است، اما طرف ما سهولت است زندگی نیست. این قحطی و گرانی و بدبختی را از کشور ما دفع را بفرما. قضاوت نکنیم که بشر دوست پلوچالو زیاد میخوره. ختم شریف است، ختم قرآن شریف است. بعد میگم مادرش هم خارا گفتن که پدر جان معذرت میخوایم، ما واقعا بشر دوست رای دادیم چون مطمئن بودیم که برای ما معامله نمیکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بیننده های گرامی، سلام و وقتتان بخیر. شما را به گزارش امروز خوش آمدید میگم. ما ضیا صالحی در خدمت شما عزیزا و هموطنا قرار دارم و خوشحال هستم که خداوند بر ما دوباره فرصت آفرید تا ای که بیاییم و در خدمت شما هموطنان و همچنان بیننده های عزیز قرار بگیریم. دوستای عزیز، شاید بر شما سوال خلق شده باشه که زیاد ای کوچه چی میکنه دیگه. ما امروز دعوت یکی از بیننده ها و مخاطبای ما که در نیویورک امریکا بودن، تازه به افغانستان ما یکی دو روز شد، ما را دعوت کرده بودن و گفتن که آقا صاحب سید جان دی افغانان هم با خود ما داشته باشیم و ما همراه آقا صاحب آمدیم. قرار بود که برنامه را قبلا شروع کنیم، ولی قصه های آقا صاحب السلام علیکم شروع تا بعد همی که پیشش برسی دیگه بیخی هر کاری هم که داشته باشی فراموشت میشه دیگه. مصروف شدیم، گفتیم برنامه را شروع کنیم. اینال دیگه میریم بخیر به سمت آقا صاحب که آقا صاحب امروی ماست. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. محترم بخیر آمدیم. آقا صاحب خوب هستیم؟ خیر خیر، شکر. چی حال دارید؟ سلامت باشید. شکر که می ساعت کامل میبینیم. زنده و سلامت باشین. برادر مرا مریض نسازه پروردگار عالم. سلامت باشین آقا صاحب. تشکر از اینکه شما دعوت ما را قبول کردین. والا قربان سرتان، دعوت خود بهترین عالم گفته بود ما را که سنت های ما را به جای کنی. یک برادر که دعوت میکنه در فرق سر ما میریم آقای قندم. زنده باشین، سلامت باشین آقا صاحب. دیگه امروز ما و خودت و آقا صاحب نعیم مهمان یکی از عزیزایی هستیم که از امریکا آمدن و ما را مهمان ساختن و نگفتن ما امروز یک ختم دارن اینجا. هزار دفعه خداوند ختمشان قبول کنه پروردگار عالم. ما را دعوت کردن دیگه، گفتیم ما هم دیگه دعوت رد کردن نمیتونیم. بسیار خوب، بسیار خوب آقای قندم. اینال خیر پیش میریم بخیر. میریم بخیر. خودشان هم اینجا هستن. حمید جان سلام برسه بیادر. سلام جان عزیز. خوب هستین؟ صحت من جان تانجور قراریست. خیر خیرت بخیر هستین جان عزیز. صحت خوب هستین؟ قربان شما. آقا سلام علیکم محترم. سلام علیکم. خوب هستین شما؟ خیر خیرت. قربان شما. خوب هستین؟ شکر خدا. خوب هستین؟ مسافرت آمد بخیر دیگه. یال دارین حمید جان. جان عزیز. سلام بسیار خاص خدمت شما، خدمت وطنداران ما، خدمت تیم شما، خدمت آقا صاحب قند. دیگه همت سلام وطنی برتان دارم برای کل افغانستان، برای کل کابل. کابل خوشبخت هستم شما را میبینم. امروز هم دوستان رو میبینم دیگه، بسیار خوشحال هستم دیگه. تشکر از کل دوستان میکردم. امانتان سلامت باشین، خوش آمدین به وطن. قربان شما عزیز، تشکر. یک جان سلامت باشین دیگه. باعث برکت پروگرام های شما بود که ما میشه تعقیب میکردیم، سلام میکردیم دوستان مگیره. گفتم چرا ما دفعه به وطن بسیار نبیم، دوستان نزدیک نبینیم. تشکر از شما میکردم. برنامه ما دیگه
سبب شد که شما بین بخیر اگر وطن بیاین. از یک قرن اگر اجتماع نکنم 50-50 بگم 50% تاثیرات شما بود، 50% خود مدق شده بودیم پشت وطندارا، پشت دوستا، پشت کلگی. گفتم باید از بریم همه که دوستا را ببینیم، وطندارا را. دیگه طرف هم زندگی سخت است، جان قرن بسیار سخت است، مشکل از دوری از وطن، دوری از وطندارا زیاد سخت است. دیگه ما بعد 9 سال بعد دوباره وطن برگشتیم. دیگه تشکر زیاد دارم از همه وطندارا، از دوستا، قوم خیش که ما به زحمت هستن. قربان همه شما، قربانتون، سلامت باشین. امروز دیگه امید برادر ما را دعوت کرده بود، گفتن کدام ختم دارین؟ همونطور است؟ بله جان قند، ختم داریم به ارتباط از اینکه همین چند نفر بزرگان ما که در بین ما نیستن، برای اینا دعا شوه. زیاد جان قند و در پولیشی که ما بخواستم که کل دوستان رو یک بار خودم ببینم، از اینکه قدم به قدم خانه کلگی بریم، گفتم همه دوستان ما آدم یک جلکه ببینیم، به تتا شبش به مرتبط خدم خانه گرفتیم. زیاد جان قند بسیار خوب گپ است، خداوند قبول کنه. قربان شما زیاد عزیز، موفق باشید. برکت محفل ما، برکت مجلس ما، آغاز امر ما. قربان شما، قربان سرتون، شما خادم هستیم. میگه دو تا چیز به عالم گرانی تر است که کش میهن، دیگهش مادر است. هزار بار شکر که داغوش مادر آمدین و ما چیزی که از خداوند میخواستیم ما را لایق دید، داد که امنیت است. آقای قند این حال که امنیت شده است، انشالله و تعالی دیگه مهاجرا و مسافرا میان، انشالله و تعالی وطن ما گل گلزار میشه، که ما را خدا جان اگه اتفاق نصیب کنه. دیگه ما دیگه چیزی امید نداریم آقای قند. قربان شما، قلب خدا بریم یا میشه باشیم. عزیز بخیر، باز داخل ما شما بریم. فقط یک گفتنی که در فکر ما، البته نظریه ما، شاید شما باشه، درست باشه، یک سال زندگی افغانستان، 10 سال زندگی امریکا. زیاد جان قند، یعنی جه هر سنیش خوشایند است. درست است که مشکلات داخل داره، من ببینم بیکاری، بیروزگاری، وطندارا رو ببینم، یگان گپ است. اما بازم اگر افغانستان سهولت نیست، زندگی است. اما طرف ما سهولت است، زندگی نیست. دیگه خداوند آرام داشته باشه، بخیر که همش درست شوه، کاروبار مردم درست شوه، اقتصاد بخیر بهتر شوه، که کل افغانان بخیر پس بر به وطن خود به فکر میکنم جنت است. خدا مهربان است، امید به خدا داریم. قربان، امید روزی که بخیر همه وطندارای ما مثل امید جان، کسای دیگه هم هستن که بیشتر از 40 سال 50 سال میشه که از وطن دور هستن، بیاین امروی فامیل عزیز خود به وطن خود بیاین، از آب و هوای وطن خود، از مردم خود دیدن کنن و یک آرامش واقعی را بیان، یک نفس راحت در وطن خود بکشن. قربان شما زای عزیز، موفق باشین. تشکر یک جان دیگه، خدا باشه شما جوانان را برکت بده که همیشه میره خدمت کردین، میکنین از طریق میدیا. دیگه خدا شما را افتخار کنه و برکت نصیب شما باشین. قربان عزیز، مهربانی سب. قربان کنم طرف بریم. زای عزیز آقا سفیر شوید، شما پیشوید. سلام علیکم حاجی صاحب، چطور هستین؟ خوب هستین؟ صدتان خوب بزن اصلا کسو مصاحبه میکنن. خوب صدتان خوب است، آرام آرام است. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ صدتان خوب است، چشمایتان روشن باشه، سلامت بخیر، خوب هستین؟ ان شاء الله صدتان خوب است. این بزرگوارا رو برای ما یک معرفی کنین. سیدان عزیز، مامای محترم است محمد حسن، دیگه هم دوست بگویم، رفیق بگویم، مامای بزرگوارم هستن. بابا جان بچه همیم است، برادر خانده بسیار سمیمیم. نظام جان قند دست راستم، بازی راستم، برادر خانده هم بچه کاکایم هستن که همیشه قد ما خدمت کردن و هستن. دیگه دوستا که شما میبینین، دیگه مثلا نور جان بچه کاکایم است، دوست بسیار عزیزم که از وقت که من تالی یادم کنم مصروف است و کل کار امید بنده خدا اجرا میکنن و مزرعات والا دیگه دینمی تو روزا دیگه اینمی از خود است که فامیلی چهار طرف که دادم میره و میگرده. قربان شما دیگه، من به خدا اصلا هیچ الفاظ ندارم چه رقم تشکر کنیم از این بزرگوارا که قدم به قدم اینا که پای اوارشون پیش ما آمدن، من پیش اینا با دست میرفتم خدمت میکردم. مهربانی کنین، شما بشینین، شما بشینین، راحت بشینین. قربان بابا جان، شما بفرمایید که مداخله کنم نشم. بابا جان خان، خب نور جان قند، چیزی گفتنی خودتان؟ شما خوب هستین نور جان؟ سلامتان خوب است، خوش آمدین برادر. تشکر، سلامت باشین، چشمتان روشن، زنده باشین برادر. ام پسر بردین چکر امید جان؟ چکر بردین یا نه؟ جان ها بردیم دیگه، از امروز که آمدن دیگه برادر یک سر آدم گشت و گذار هستیم، صبح مبرایم و بگاه میاییم. بسیار خوب جان ها، این همی لحظات شیرین است که بعد از بسیار وقت بعد به وطن میایی و جاهایی که قبلا قدم زده بودی، گشت و گذار کرده بودی، کار کرده بودی، دوباره آرزوی زیر داری که بری یک بار دیگه ببینی. خداوند این آرزوی همه وطنداران ما را برآورده بسازه. قربان شما. و یک موضوع دیگه بگم که متاسفانه من میشه که کابل آمدیم، امیر روز اول دومم جای رفتم که فاتحه و تسلیت بوده. دیگه یک از واقعیت هاست که باید گفته شای همه که میفهمه اگه پاره دیگه. خود روز اول که آمدیم از 8 نیم صبح تا 8 شب امرای نور جان خانه دوستا رفتیم به حساب تسلیت
قسمت گپا. ای کاش که الان بره خانه کس بگه تبریک یا تبریکی یا مبارک گپا باشه، اما متاسفانه که مسائل تسلیات و مسائل فاتحه گپا میباشه. خب دیگه زندگی است، فراز نشه به خدا داره و ای که بعد از مدت زیاد با وطن می خطبن از دوست اقارب فامیل در و همسایه بالاخره یک نفر فوت شدگی می باشه. خب بخیر باشین، سلامت، خیلی خوشحال شدیم از آشنایتان. بریم بازی قند سردگی دار بس خطم بازی کشار داشته باشه. کدام طرف از دیگار کجا موندین؟ جان دیگار پیشتر دارم. اینجا هست؟ خیر حالا وقت از دیگر یا کارشان را شروع کردن؟ وادی کشیدن میگیریم. وادی کشیدن. بسیار خوب بفرمایید. خوش باشین. آقا صاحب شما پیشیم. خب دوستان و هموطنان عزیز، ما ختم قرآن تمام کردیم و سهم گرفتیم. دیگه بزرگواران اینجا هستن و تقاضا کردن که ختمانه را ما بخونم. گرچه اینجا عالمای دین هم هستن، به ما جسارت نشه. دیگه خواهش کردن، گفتیم خیر مشکل نیست میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاكم الله يسلم کارمیت؟ یا کارمیت. از آنجایی که دستور دادن این برنامه را انشاءالله بخوانیم بعد دعا میکنیم خداوند انشاءالله همه جوانان ما قاری عزیز ما را از همه بلیاد حفظ بفرماید با گفتن صلوات بر محمد و آل محمد. پروردگار گذشتگان و اقداران همه ما و بانی این خط و غریق رحمت بفرما پروردگار رویشون رم جلیس و هم صحبت علی و آل علی بفرما رویشون را نیازمند به دنیای دنی و فانی مگردان خدایا دست ما یخن ما را به دست ظالمین زمان گرفتار مفرما پروردگار گار به عزت و جلالت با آبروی حبیبت با آبروی خدیجت الکبرا باران رحمت خود را با آنچه که نعمت توز به ما ارزانی بدار این قاطی و گرانی و بدبختی را از کشور ما دفع را بفرما خدایا به عزت و جلالت به عزت و جلال خودت با آبروی حبیبت پروردگارا هرچی نعمت داری در گنجینه خودت برای این ملت مظلوم ما تفضل فرما قاطی و گرانی را برده برطرف بفرما خوشنودی ارواح طیبه شهدای کربلا ارواح طیبه اسرای کربلا تعجیل در ظهور ولی عصر امام زمان ما آمدن امنیت بیشتر و کاملتر رحم الله من قرأ سورة الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات بسم الله الرحمن الرحیم غربتم راج با من تا که خدا یار شود از رای میر وفا دیده مددگار شود غربتم راج با من تا که خدا یار شود از رای میر وفا دیده مددگار شود سنت خالقم و یک خریدار نیست سنت خالقم و یک خریدارم نیست سنت خیش مگر خیش خریدار شود از رای میر وفا دیده مددگار شود من ندارم بجز از خالق خود غم خاره من ندارم بجز از خالق خود غم خاره خوشنما نیست که دردم به کسی هزار شود از رای میر وفا با من مددگار شود
نظر هیچ کسی سوی من زار نشد، شاید آخر نظر احمد مختار شود. از رای مهر وفا دیده مددگار شود. ای سبا بر تو سلام مرا با صدیق، این عجب نیست که فاروق خبردار شود. از رای مهر وفا دیده مددگار شود. به برای گیریه مرا سوی مزار عثمان، که مسیحای وجود من بیمار شود. از رای میر وفا دیده مددگار شود. گری از مشکل ماید کس باز نکرد، این کرامت مگر از ایدر قرار شود. حضره میر وفا دیده مددگار شود. خسته و زار بگشتیم در این دیر خراب، غوث لازم به من خسته مددگار شود. از رای میر وفا دیده مددگار شود. زر نامید مشاور فی مرا گوش بکن، زر نامید مشاو حرف مرا گوش بکن. باشد آن که نظر از جانب دلدار شود. حضره میر وفا دیده مددگار شود. یا رب که به خلق تکیه گام نکنی، محتاج گدا و پادشاهم نکنی. این موی سیاه سفید کردی بکرم، با موی سفید رو سیاهم نکنی. یا رب ز کرم روی ما مرا زرد مکن، و از بر تمام ما را جهان گرد مکن. از سرمه صبر سیر بکن چشمان ما مرا، محتاج به دروازه نامرد مکن. هزاران درود، هزاران سلام از ما بر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه سلام. پروردگار علی به ختم قرآن عظیم شان برادرای ما چراغای دین ما کردن، الهی برزایت قبول کنی خدایا. صحابش به حضور حضرت محمد رسول الله مستقیم خدای از طرف ما برسانی که روز جمعه است مستقیم میرسه. به خاندان آل بیت اصحاب کرام، یک دیگ بیشاز آره پیغمبر، چار یاری که بار بی بیان با ما پیر پیران خواجه غریب نواز، چار پیر درقه، چارده خاندان فقیر برسانی. چیزی خاصایت از دوستایت از جانبازایت از شهیدای را یک به خاطر مادر وطن خون خود ریختانه برانتشان برسانی. حضرت از آگ میمان اروای پدران مادران نکی اهل مجلس اسلام ما برسانی. الهی یک نامت قادر تواناست، به شفاعت حبیبت سری ملت مظلوما و فلسطین رحم کنی، لطف و کرمت کنی خدایا. اسلام واقعی سر تا سر جهان قلب زبان شکیز، ادب قرآن، محبت قرآن، اتفاق قرآن، خدای عمل قرآن را نصیب ما کنی. هر شخصی که خدایا تو آوردیشه میخواید که ملت از این بدبختی برایه. پروردگار عالم جوانای ما دیگه فرار نشه. 34 ولایت در دسترخان بدیم عالم باشیم. خدایا تو حافظ ناصرش باشی.
کسایی که نمیخواید قوم پرستی است مقام چوکی میخواید. اول دعایت دعایت نمیشه خدا از صف اسلام یار دور کنی. الهی عالمای ما را نگیری که چراغای ماست خدایا. مستفیدای ما را از پیش ما نگیری برکت هستند. جوانای ما را دعایت نصیب کنی که دعای پدر مادر را بگیره خدمتش کنه وطن ما میا جور میکنه. الهی در خانه در ملیت در قوم در مملکت اسلامی باغ نفاق شقاق بدبختی مریضی مفلسی الهی به نور قرآن تبدیلش کنی. خدایا در مقابل یهود و نصارا ما را بی غیرت نسازی. الهی دستا به دربار بی نیازی تو بار الهی دستا را به برکت بی نیازی در بنده احتیاج نکنی. برکت مجلس نامش کلمه ابی بتا میخونه احتیاجش نکنی. حاضر غایب در خانه و شفاخانه مریض از کلمه گوی است الهی به شفاعت ابی بت زین العابدین بیمار شفا بدی. پروردگار و مسافر ماجر ما را با برو با عزت با ایمان در خانه و جاش بری. ای برادرها قای ما دستکایش بالاست. خدای هر مقصد شرعی داره دستایش را خالی تا نکنی. ما امید داریم تو صاحب ماستی دستا را خالی تا نمیکنی. الهی با ایمان آوردی با ایمان نگاه کنی با ایمان بمیرانی با ایمان بخیزانی و از ایل علم عبیبت به نصیب ما نکنی. وقتی که رخصت میکنی به کلمه شیرین لا اله هل لا محمد رسول الله رخصت ما خب دوست عزیز خداوند قبول کنه. دیگه ما امروز در جمعی از بزرگوارا و از غنیمت‌های روزگار افغانستان در بین دو شخصیت بزرگوار قرار دارم که دکتر صاحب با ما پیوستن. دکتر صاحب سلام برسید. علیک السلام. افتخار ماست. خیال داری ستون خوب هستید. فامیلتون خوب. آرام آرامی است. افتخار ماست. لطف شما. خب دوستا وقت نان شده. دیگه امرای دکتر صاحب و امرای آقا صاحب صحبت ها را ادامه می داشته باشیم. شما تصاویر بیننده باشین. دوباره در خدمت هستیم. خب دوستای عزیز دیگه ختم قرآن خلاص شد. ختمانه را بخوندیم و آقا صاحب نتام خواندن دوام کردیم. دیگه ما و دکتر صاحب در یک غوری آمدیم. یعنی نان ختم دیگه آماده است. دوستا دیگه هم مصروف نان خوردن هستن. دیگه ما تا که نان میخوریم شما تصاویر بیننده باشین. بخیر دیگه گپای بسیار اساس برنامه مانده امرای دکتر صاحب و امرای آقا صاحب و دیگه بزرگوارا. او در دوستای عزیز که میبینن قضاوت نکنن که بشر دوست پلو چلو زیاد میخوره. ختم شریف است، ختم قرآن شریف است. بعد گفتن کلی دوستا مشغول نان خوردن است، تنها یک دوست است که فقط نگاه میکنه و نان ما رو مزه نمیده و خورمام نگرفت. من متوجه بودم و آلی نانم نمیخورم. بدوایش ما رو میگیره اینا. نه نه او را باز اگذار چربتر میتن. خب آلی نان اشتیاشی ما شما راحت بخوریم نان از را میتن. ختم قرآن شریف است و غافلگیر کرد. ما خبر نداشتیم که یوتیوبر میاد. آلی نام خدا در جای بسیار فعال هستم. اگه خبر میداشتیم دروازه رو بستم میکردیم زریم. قاری هم هست. قاری سب هست. بسیار قاری عالی است. خواهش میکنم قربانتان. و البته دوستا ما خبر داشتیم که بشر دوست اینجا تشریف میارن، چون ما را گفته بودن که دعوت کردن. گفتن بشر دوست بن دعوت کردیم. دیگه گپ بسیار خوب است. و دوستای عزیز معمولا هر وقت یا هر جایی که ما را دعوت کنن در غم و شادی پرسان نمی کنیم کس کی است، از کدام قوم و مذهب زبان. این دوست ما کدام آشنایی خاصی نداریم. دعوت کرد، خوب شد که شما هستیم. در جریان بودیم بشر دوست. دیگه یکی از ویژگی های خوب بشر دوست و همچنان آقا صاحب اینمی است که در غم و شادی مردم خود شریک هستند. و اینمی نقطه است که دیگه اینا را بر مردم به افغانستان محبوب ساخته و در دل همه جای دارن. بزرگواری شما. قربانتان. میربانی. پرزی کال علم خوا بخشش باشه که محترم ها خواهش میکنم. نه نه خواهش میکنم. ما در شاگردهای شما نمی رسیم. کار ماستی کلال ماستی تجربه علم است. نه قربان جمعی که علم حال است که قال خدا حال نصیب ما کنه. و بازی جا علمی که به مکتب دلک آموخت سعل است، آن علم شریف است که در انجمن آموخت. کسی که در سرخان پدر کلان شده بود آقا جان ایست اطلاع است. اطلاعی است که صد سال در زیر گل گریش که پس هم اطلاع است.
رای خدا هیچ وعده گم نمیکنه آقای قند. چرا پدر گفتش بچه موی سفید دیدی سلام بدی، ده مادر وطنت خیانت نکنی، دروغ نگویی، حرام نخوری. نه آقای جان، حال او گپا نیست. کسی که دسترخوان پدر کلان شد هرگز در رای بد نمیره. دیگه نال ما امید داریم آقای قندم که بخیر 34 ولایت جوانای روشن فکر داریم، اینا رو داغوش خود بگیرن و قریب مجبور هستن بگیرن. کار به علی سپرده شد و تن ما جور میشه. مرا گفت آقا سه بگه تو پاشا شوی چی میکنی؟ من گفتم من که شاروالم شم کار به علیش بسپارم. کاری که به علیش سپرده شد آقای قند وطن ما جور میشه. اما ما امید به خدا داریم، امید به خدا داریم. ای برادرارم انشالله و تعالی که امنیت برتان آورده به خدمتتان است، امنیت که آمده انشالله کارم جور میشه. عالمی غنی دکتر غنی صاحب برنده بود ایران، گفت تل بتی او میتمت از شاتوت تا مکرویان صاحب چند بند بفته که او موسو نره. حالی تن خود غنی میکد، وزیر آب برق چی وظیفه داشت، شاروال چی وظیفه داشت، نایه رئیس نایه چی وظیفه داشت، امیر میتانستم عالمای ما امرای می وکیلای منطقه میتانست. از اموج شروع میکد، روز جمعه که نماز خوانده شده بود برادرها بیاییم پیشگریتان به دریار بند پرتین، به زراعتتان به درد میخوره، چایتان هم خشک نمیشه، تا شاتوت بند مفتاد. اما حال امید به خدا داریم ان قریب کارا جور میشه، جوانای ما صاحب کار میشه. و همه از جوانا ما خواهش می نمیست که به فرمان پدر باشین، پدر مادر دعایش گرفتین، خدمت شکدین، انشالله و تعالی قبیت وطن شما هستین انشالله. انشالله. خب دوستای عزیز، یک مطل داره میگن طلا اگر 100 سال زیر خاک باشه همون طلاست، خول را اگر چه سفید کنی نمیشود معتبر. دیگه ما خیلی کسایی را در افغانستان داشتیم، ولی اونمو کسایی که از درد ملت، از رنج ملت، از غم و خوشی مردم همیشه باهاشون شانه به شانه بودن، امروز هم شکر در بین مردم هستن. جناب دکتر صاحب افتخار ماستن. ما واقعا همیشه وقت گفتیم، حتی ای آرزوی خودم بوده که ما یک روز شوه که دکتر صاحب ببینم که رئیس جمهور کشور ما باشه، و ای آرزو را ما دارم. چرا که همیشه وقت اگر هر حالت دی وطن آمده دکتر صاحب اینم اینجا دمی بین مردم خود بوده و همیشه وقت با مردم بوده، سر و کارش، گشت و گذارش و از تمام خوشی و غم مردم آگاه بوده و همراه مردم بوده. ما خرسند هستم که امروز در برنامه همراه ما دکتر صاحب هستن. به نام حق و به یادی هموطنانی که با هزاران مشکلات بخصوص اقتصادی متاسفانه دستون پنجه نرم میکنن، زمستان هم در حال آمدن است و هوا بسیار سرد شده، فعلا هم کسانی است که متاسفانه امیدی خریدن مواد سوخت ندارن برای زمستان. از یک طرف، از طرف دیگه ما میبینیم که کسانی است که از پلاوچلاو و از قصر و لانکروزر و خانایی شان که هم بخاری برقی است و هم بخاری گازی است و همه کندشن و چیز برای گرم کردن است، از یک طرف ما این مسئله رو داریم. و سلام به بینندگان چینل شما، اما طور که شما گفتین امروز قلب با قلب رو داره، میگه کو به کو نمیرسه، انسان به انسان میرسه. امروز خوشحال هستم که هم نه تنها که ملاقات کردیم دیدیم، بلکه نان و نمکم شدیم. افتخار ماست دوستی شما، دوستی مردم افغانستان. فکر میکنم که بیشتر با ارزش هاست، با وطنش دوست داره، خاکش مادر از خاک، و ما نباید مردم وطن در شرایط دشوار رها کنیم. وقتی الوا تقسیم کردن هر کس است، و فکر میکنم که وقتی میدان آمد داگزه و میدان میشه، وقتی که انسان میبینه که اگر باشه منافع شخصیشی در خطر است، بنابراین اما منافع عمومی ملی تضمین می شود. ما باید در اون صورت منافع شخصی را بگذار که جان خود قربانی کنیم. کسایی که سنگی قوم به سینه می زد، سنگی ملت و مردم به سینه می زد، سنگی تنظیم به سینه می زد، سنگی وطن و خاک به سینه می زد، متاسفانه گریختن، فرار کردن. می گوین اگر ما می بودیم کشته می شدیم. در کشوری که نخبگان و بزرگانش قربانی ندهند، چگونه میتونه آزاد و آباد و آرام باشد؟ دقیقا کشورهایی که امروز آباد است، آرام است، همه چیز دارن، با نعمت زندگی میکند،
به خاطر است که کلانایشان در وقتشان قربانی دادن، مال خود قربانی کردن، جان خود قربانی کردن، منافع شخصی خود قربانی کردن، چوکیشان قربانی کردن و امروز نواسایشان یا کواسایشان زندگی بسیار آرام دارن. اگر نه تاریخ کشورها رو که بخونیم، مثلا اروپا، از تاریخشون که بخونیم 300 سال 400 سال قبل از افغانستان بدتر بودن. ما 23 سال در فرانسه بودیم، در حقوق علمی سیاسی درس خواندیم. خصوص کسایی که میگوید که ما اگر میماندیم کشته میشدیم، به نظر من اینا، به نظر من به آیه شریف قرآن کلام خدا عقیده ندارن که میگوید اجل که آمد هر جای که باشی او یک لحظه پس پیش نمیشود. چی در افغانستان باشی، چی در آمریکا باشی، ولو در قصر سفیدم باشی، اجلت که آمد اسرائیل جلوش گرفته نمیشود. و خوب است که ما با چیزی که میگوییم تبلیغ میکنیم عقیده داشته باشیم. من باید میماندم به خاطر که مردم بسیار قربانی برای من داد. کسایی است که خدا شاهد است، برادرش کاندید بود در وکالت در پارلمان، عکسش آوردن، عکسی که روز رای داده بودن، به من گفت بشر دوست برادریم و کاندید وکالت است، برندم شده، مطمئن من برای خودت رای دادم. و کسایی است که پدرشان، مادرشان، یک بسیار داستان ها رو قسم میکنن، بعضی ها شاید شوخی میکنن بسازن. یکی از کسایی قصه کرد به من گفت بشر دوست منم کاندید ولسی جرگه بودم، از خانه برام کمپاین کردیم، از خانه برآمدیم، کل ما که میریم به می به خودم گفت رای میدن دیگه، زنیم، اولادایم، خیشا و اینا. وقتی رای شما ریش کردن که من یک رای دارم، فامیل خودش از فامیل خود از می کل رایم یک رای است. در خانه آمدیم بسیار قهر شدم، گفتم که شما خب به من رای ندادین. کلشون گفت نه ما خودت رای دادیم، حتما رای دزدی کردن یا غلط شماریش کردن. منم گفتم خود امکان داره. یک هفتش ماه گذشته بود، صحبت شد، نشسته بودیم سر صحبت باش شد، خودی در تلویزیون آمدی اما سخنان در پارلمان پخش میکرد که بسیار قار بودی سر وکلا که مردم گریسنه است و کاملا مردم گریسنه است و مردم کشته میشود، جنگ روان است، شما در خودی تالار واتساب خود گرفتین و گم میزنین و چیزا را. میگه که دمی صحبت هایت پخش میکرد که بچه میگفت که بشر دوست من پشیمان نیستم که به تو رای دادم. من روی خود طرف کردم، گفتم تو میگویی. بعد میگه مادرش هم خارا گفتن که پدر جان معذرت میخوایم، ما واقعا بشر دوست رای دادیم چون مطمئن بودیم که برای ما معامله نمیکنه، نمیفروشه. دیگه اگر من این ملت تنها میگذاشتم، یعنی بی وجدان ترین انسان روی دنیا من بودم، چون این ملت با من صادق بود و وفا کردن. کسایی بودن که این پلوچلو میدادن، پول میدادن، در کوچه هایشان که میرفتن پیسه تقسیم میکرد، اما ما که میرفتیم در کوچه هایشان ما را نان میداد، اما ویزیت کارت پوستر من میخریدن، به من کمپاین میکردن. این ملت اگر واقعا صادق باشی، این ملت میفهمه که صداقت یعنی چیز. بعضی ها فکر میکنه که اینا نمیفهمن، میتونیم اینا رو فریب بدهیم. نه، در واقع نفر خود فریب میدهد. این ملت تشخیص میدهد کی خائن است، کی خادم است، کی صادق است، کی منافق است، کی جاسوس است، کی دلسوز است. این ملت در 50 سال زندگی خود درک کردن. افتخار ماست که با این ملت هستیم، در بینشان هستیم. چیزی که از توان ما باشد انجام میدهیم. در زمان جمهوریت ما که پارلمان اختیار ما بود، ما که شما رسانه ها اختیار ما بود، شکر که میگه مردان عالم بمانه سند که نام نیک دیگر نام بد، شکر نام نیک دارین، شکر هر وعده کامیاب است ان شاء الله تعالی. به توکل خدا و سید عالم، عالم دوستا یارا کل شمرایتان از قربان سر جان، هزار بار شکر، شکر خداست که ما که رسانه ها هست، وقتی دعوت میشیم یا یوتیوبر های ما که بسیار فعال شدن در این دو سال، بسیار چیزا را اطلاعات به مردم میرسانند. این مایک در اختیار ماست و وظیفه ما هم گفتن حق است، چون دین ما، آیین ما میگوید که حق گفتن جهاد اکبر است و در خصوص در مقابل کامی که حاکم باشند. وظیفه ما این است که به اندازه توانی خود، خداوند نه کم و نه بیش از کس تقاضا نداره، هر کس به اندازه توانی خود وظیفه خود انجام بدهد. امیدوار استیم که یک کشور روزی
آبادترین، مقتدرترین، آزادترین و مرفه‌ترین کشور دنیا باشد. قربانتان، سلامت باشین. دوستا، خدا شاهد است که ما در یکی از برنامه قبلم یاد کردیم، عالم یاد میکنم در اینجا در این مجلس. هر کسی که به این وطن، به این ملت، به این خاک خدمتگار بوده، هر جای باشه خداوند پایدار داشته باشش. هر کسی که خیانت کرده و از این وطن رفته، زندهش چی که دیگه خدا مرده شده این وطن نبیاره. و این دعای ما یک جوان، باعث یک جوانی ملت، نه باعث یک خبرنگار، دعای ما اینمی است، کسی که به این وطن خیانت کرده دیگه خدا خاکش در جنه بیاره. چرا که اینمقه بدبختی و اینمقه در رزالتی که در این وطن شد از دست اینمی خائنین شد که آن چیزی که باید مردم پیشرفت میکرد، چیزی که باید جوانا جایگاه خود می داشتن، جوانا تحصیل کرده ما امروز کلش رفتن. خدا شاهد است ما یک و نیم ماه پیش رفته بودیم ایران، بشر دوست صاحب تحصیل کرده های ما را با سویه لیسانس و ماستری و دکترا، خدا شاهد است ما جای دیده میشان که حتی در برنامه میاد کردم اونجا دور از شرافت انسانی باشه سگ بسته میکردی استاد نمیشد. ای از دست کی شد؟ ای از دست اینمی معامله گرا و خائنین شد که وطن به این سرنوشت رسید و جوانای ما متاسفانه زحمت کشیدن، یک دو ده هر زحمت کشیدن، تحصیل کردن به خاطر ازی که به این وطن خدمت کنن، ولی زمینه ازیر کسی برشان مساعد نساخت و کسی برشان اجازه را نداد که باشند در وطن خود کار کنن. امروز همیشان رفتن، خدا شاهد است در کارهای شاقه روی آوردن و این بدبختی بسیار کلان است که ستون فقرات یک جامعه که جوانش هستن از وطن دور باشن و آواره باشن و آن جایی که باید باشن نیستن. متاسفانه مبالغه نشود اگر 5% حرفای منو میشنویدن، نه خود بدبخت میکردن و نه ملت بدبخت میکردن. به اندازه اینا مغرور بودن، به اندازه ای داسمان افتوم زندگی میکردن، به اندازه فرعون شده بودن که وقتی حرفای حق من میگفتم از توسط نیروی امنیتی منو میکشید. میدیدنی در تلویزیون ها امروز هم خودشان بدبخت هستند، به مرض روانی بسیار شده، بعضی در کوچه و بازار کشورهای دیگه افغان ها که میبینن دشنام میدن، باش برخوردی بد میکنن. ما من طرفداری نیستم که ما برخوردی بد کنیم، دشنام بدهیم. اشتباهاتی کردن، خیانتی کردن و بهترین قاضی خداوند است، چون همه چیز میبانه، اما پنهان و آشکار همه چیز تنها خداوند جل جلاله میداند. من خوب به یقین هستم که هر جای هستن نانشان گرم باشد، آبشان سرد باشد و خدا در مقابل خدا همه ما پاسخ گوستیم. منتها در این شک نیست که کشور را به حالت رساندن. من بارها در پارلمان میگفتم که اگر ما واقعا وزیر خوب، وکیل خوب، رئیس جمهوری خوب، معاونین خوب، رهبرای جهادی و چپی و روشن فکرها و تحصیل کرده خوب میداشتیم، با 10,000 کماندو ما در پیشاور و مشهد خود میتونستیم برسانیم، چون مردم ما بسیار صادق هستند، فداکار هستند. اما بدبختی ما است که خودی ما، نخبگان ما، یعنی فاجعه کشوری ما است که نخبگان ما از هر قوم و مقام و تنظیم و چی تحصیل دینی کردن، چی تحصیل دانشگاهی کردن، پانتونی کردن، در مقابل جیب و چوکی، در مقابل قدرت و ثروت ما ایمان نداریم. وطن میفروشیم، ایمان میفروشیم، قوم میفروشیم، زبان میفروشیم، تنظیم میفروشیم. چقدر خیانت به مجاهدین خود به عنوان مثال کردن. تنها فعلا امید ما است که امارت از جمهوریت پند بگیره، در رای نره که فردا مردم بگوید که خوب شد که این هم به زباله‌دانی تاریخ سپرده شد. کاملا تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب، خیلی خوشحال شدیم، افتخار ماستیم، بزرگوار هستیم. خب دوستا دیگه همی جان هم هستن، اگر کدام گفتنی و کلام و آخر داشته باشین در خدمت هستیم، اگر نه دیگه ما هم از حضورتان مرخص میشیم. از خودم، از فامیل ما، از تک تک دوستا تشکر میکنم، کسایی که آمد، چی خانم ها، چی مردا، از کسا تشکر میکنم و خواست تشکری بسیار خواست از شما شخصای محترم ما، سرمایه ملی کشور ما، دکتر صاحب شما، آقا صاحب میگی اگر پیش بکنم کوتاهی شده باشه به عزت خوش باشه، خدا قبول کنه، میزبان بودم، هر طرف باید از کلا گرفت خبر میگرفتم.
بگم ازت میخوایم اگر در عزت نترسیم برسیم به شما قربان کل شما تک تک شما جای خیلی قربانتان به اجازه شما قربان سلامت باشی خواهش میکنم محفل ما را رنگی تر رنگی تر ساختی جاجان خان تشکر یک جان سلامت باشین دیگه از خدمت همه مردم خود هستیم قربانتان همیشه شما بودین جاجان خان دیگه تشکر خاص از برادر ما دارم از شما از بس تیم شما دارم از افغان وزت شما کسی هستین که به اصطلاح امو خبرای روزمره را به کل مردم اطلاع میتین گزارش روزمره اطلاع میتین و همیشه موفق و کامیاب باشین قربان سلامت جاجان خان زنده باشین خب دوستای عزیز سی بود برنامه امروز ما که خدمتتون تقدیم شد تا برنامه و گزارش بعدی که در خدمت شما عزیزا قرار میگیریم و با یک گزارش جدید مهمان خانه های شما میشیم شما را به خداوند یکتا میسپارم شاد و موفق و کامگار باشین خداوند نگهدارتان باشه و هر نوع انتقاد پیشنهاد نظر درباره خودم درباره برنامه و کیفیت کار ما داشته باشین ما پذیرا هستیم و در خدمت شما هموطن هستیم خداوند نگهدار شاد و موفق باشین